در بخش سینما جلال الدین قیاسی مهمان ما هست که هنرپیشه هستند و نقش مرکزی فیلم شکار را دارن. میریم صحنه هایی از این فیلم را میبینیم، برمیگردیم با مهمانمون صحبت میکنیم. امروز آخرین روز دستنامه. تا جای کوی ما برم پیدا کنی. تار از موی سرت کم به شبر میمیدم. اکبر تکا نخوری. تو مرا نمیشناسی، مرا لیلا میگه. لیلا شوشارت از تو. اول زنجیر سگ آقان خون نگردن من را. منی زنده بگ نان ازبکی سرخ سفید ببره. مال تا ضرورت لرم تل مدام ما تا خمال را لیگا و خمال. گود بای مای سن. دهی چار کدام کسی کوی داری که لاشتا ببره. بی تو جانا بی کسر، بی تو بی هم نفسر. این مالا با ما تسلیم که لش میکرد از یه برای این نان فروش هست، وطن فروش نیست. بله، دیدیم صحنه‌ای از فیلم شکار را. آقای سلیم شاهین هم شما دیدین، بیخی معلوم میشد بچه فیلم آقای شاهین باشه. بگوین کمی در مورد این فیلم. خب به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام خدمت ایمل جان و مریم جان و بیننده های بامداد خوش. خب تریلر فیلم یک سال قبل تهیه شده بود، نسبت به مشکلات قرنطینه ویروس کرونا تریلر جدیدش با بازار تا بال عرضه نشد. اگر چی شوتنگاش خلاص شد، فیلم آماده است، قرنطینه بخیر خلاص شد، فیلم شاید فیلم از کارهای مشترک شما با آقای شاهین است. دقیقا نقش مرکزی را خودم دارم. سلیم شاهین هم نقش برادرم داره که اونا باز میرن به طرف نقش منفی و نقش مثبت خودم میرن. برادر خرد است، کلان است، جلال جان بزرگ است. برادر کلان جان بعد ما شما است دیگه. آه بعد ما شما است برداشت کردیم. شکار میشه یک قسمت، قسمی است که ما از مزار طرف کابل میم، باز تو درا شکار میشه و مجبور میسازنش که با یک کارهای منفی دست بزنن. روزگار مثل روزگار جوانای ما که در کشورهای مختلف دارن قاچاق میرن و کشورهای مختلف و میبینیم که به چی سرگردانی های ناگرفتار میشن. پس شکار داستان سناریوی شما تر یک چیز از دگه. سناریو شکار یک جوان محصل که خودم هستم، اصلا پولی نیست، کار نیست، روزگار نیست و یکی از دخترهای سرمایه‌دار کوشش میکنه همیش که مرا همکاری بکنه و مرا از خود بسازه و مادر که همون گپی برای ما گفته و که متوجه باشی و درس و تعلیم و تحصیل تا باز ما گپای مادر خودم میگیرم. همیش متوجه ازی هستم که درس خدا بخوانم، اما چندی بار شکار نمیشی دیگه. نه شکار نمیشی، شکار پول نمیشی. نه شکار پول و هیچ جای جان شکار میشه. بله. خب آقای قیاسی، کار ضبط از یک فیلم تمام شده، یعنی فیلم برداری کاملا تکمیل شده؟ دقیقا کاملا فیلم آماده است و ریلیز شده، منتظر همی در یکی از سینما هم برنمایش گذاشتیم. قرنطین خلاص شد و فیلم افتتاح میشه. و از این بگوین که از نقش آفرینی ها بگوین، از بازیگران دیگری که کار کردن در این فیلم.
بهترین هنرپیشه‌های مدرسه سینمای افغانستان است که با سینمای هندستان هم زیادتر با فیلم ها با نقش بازی کردن. از جمله نقش مرکزی فواد گلبرگ است، سلیم شاهین است، انجینیر صاحب لطیف است، اسد سکندر در یک قسمت نقش است، دیگه فقیر نبی نقش مامای مرا داره که در سینمای هندستان چندی فیلم با هنرپیشه‌های هندی داره. تعداد یلدا احساس نقش مرکزی را با خودم داره که دختر فیلم یا نقش اول بانوره. بله جلال جان، قسمت های فیلمتان در کشورهای مختلف تصویر برداری شده؟ دقیقا بله. کدام کشورها؟ هندستان یک قسمتش است، ترکیه است و انگلستان یا لندن که خود شاهین صاحب رفته بودن قسمت. بله چطور خواستین که چند چهره سینمای افغانستان با هم یک جا کار بکنند در این فیلم، در فیلم شکار؟ ایمال جان قند، من بسیار شوق علاقه داشتم که همین درد جامعه خدای از همین جوانان را به مردم خود به تصویر بکشم. روزی بود که مرا تشویق کرد گلبرگ صاحب، فواد گلبرگ. بله. دفتر شاهین صاحب آمدیم، تصمیم گرفتیم که ما باید یک کار نو داشته باشیم. کارهای بسیار خوبی داشته باشیم. باز خواستم از همین دردهای دل جوانایی که هست همیش میبینیم روی امی باید به پرده بکشیم امی را. باز شاهین صاحب بزرگواری کرد، نقش اول برای ما داد، دوستا یک جا شدیم، نظریات یکی دیگر دیدیم، دیدیم با هم همخوانی داره. همخوانی داره. جلال جان، چقدر شناخت داشتی از سینمای افغانستان و اقدام کردی خودت؟ پیش از این هم چیزا کارایی داشتی؟ ما یک سازمان دارم، مسئول یکی از سازمان یا نهادها هستم، سازمان تعهد و عمل. کارهای اجتماعی بسیار دارم در سایدهای یا بخش امی موضوعات سایده اجتماعی زیادتر فعالیت دارم. کارایم زیادتر سر جوان ها و سر اطفال بی بزاحت است که یک مرکز آموزشی هم برشان تأسیس کردیم که کسایی که یتیم و بی بزاحت هستن از طرف امی دیگرانه با تعداد از تیم هم میگردم و کسایی که توانایی ندارن اونا را به طور رایگان به می مرکز خود میانیمشون. به کار سینمایی هم داشتین قبل از شکار؟ نه خیر، قبل از شکار کار سینمایی اصلا نداشتم، اما شوق علاقه به حد داشتم که باید در سینمای افغانستان باشم. مطالعه درباره سینمای افغانستان داشتم، درباره سینما کوشش میکردم که باید به یک دستاورد پر برم. بازم مرا تقدیر کردن دیگه، بازی قضاوت و دوستان میگذاریم فیلم دیده شد. کار سخت نبود جلال جان که نخستین گامتان را برداشتین و نقش مرکزی را خودتان در فیلم شکار بازی کردین؟ ایمال جان، هر کار در اول بسیار مشکل می باشه. بس داخل صحنه که شدی خود راحت احساس میکنی. ما یک کاری که در فیلم انجام دادیم، فیلم واقعی خواستیم، حتی همی اکشن ها یا جنگ هایش ما هیچ اصلا اکشنی یا همی تمثیلی فایت نکردیم. هر باور کنه که مرا واقعی فایت کردیم. چقدر خیر نفرا رفتن شفاخانه فکر کنم. باور کنه که ایمال جان سه شب خودم امی فواد گلبرگ یک قسمت مرا اختطاف میکنه، اما قدر مشتای محکم در قسمت های سینه و شکمم زده بود که سه شب بسیار مشکل بود. حال چطور است؟ حال فضل خدا خوب است. خدا را شکر که خوب هستیم. خیر، با کسایی که خودت روبرو شده بودی همه صحنه واقعی بود دیگه، چقدر خدا اونا درد دیدن دیگه جلال جان. اگر واقعیت بگویم ایمال جان، دوستا شاید تصاویر ببینن، ما مشت لغتی که بود واقعیت زدیم و گفتم که یکم خوبتر بیا. پس یعنی ورزشکار هستین دیگه؟ ورزش واقعا ورزشکار هستم. عضویت تیم ملی که یک بوکسینگ افغانستان هم داشتم، اما فعلا نه. خوب شد ما خیر روبرو نشدیم در فیلم. شما رو اگر این چیز در جان هم نیست دیگه خلاص. خواهش میکنم ایمال جان، شما بزرگوار هستین، دوستان همه مردم دوست دارن، سلامت باشین. تحصیل یافته کدام رشته هستین شما؟ ما مثلا یکی از منتونای خصوصی هستم، پانزده حقوق علوم سیاسی. پس کاملا متفاوت از رشته فعلی که واقعا متفاوت است، اما در افغانستان باید چند چهره داشته باشه، این را باید قبول بکنه. اگر یک چهره یک رای باشه، ما داریم مسئولین هستن که همیال در پانتون است، اونا فارغ هستن، پنزه ژورنالیسم خواندن، پنزه حقوق خواندن، اینا بیکار هستن، اینا وضعیت خوبی نه. ما حداقل یک 10% تانستیم درد مردم یا درد دل خود از طریق سایده اجتماعی برسانیم دیگه. دردها بسیار زیاد است. فیلم شکار چند دقیقه است؟ 2 ساعت و 35 دقیقه فعلا. 2 ساعت و 35 دقیقه. و از اینا چقدر از اینا سرمایه گذاری کردین بالای فیلم تال؟ مکمل فیلم که بررسی کردیم 25 لاک افغانی مصرف خورده فیلم شکار. بله.
بودجه از کجا بود؟ خودتان مصرف کردین؟ بودجه زیادتر دیگه شاهین صاحب، بودجه اصلی مربوط شاهین صاحب میشد. خب طبعا دیگه جوان هستیم، شوتنگایی که میباشم یک تعداد مصرفایشم کوچک بزرگی که شوتنگ میباشه و تعداد دوستان میمان میباشن، تقریبا قسمت کدام من سه شب میمان ها بودن، این موضوعات میباشه یا سفر ها میباشه یا طبعا دنیای سینما را جلال جان ما چگونه پیدا کرد؟ آیا دوست داره در این دنیای سینما پیش بره؟ ایمل جان به خاطر درد دل که بسیار زیادتر خودم دارم و همی جوان ها دارن، ما گفتم کارهای اجتماعی میکنیم، میخوایم همیشه در سینما باشم و کوشش زیادتر در می است که باید همی درد دل تمام همی جوان ها را به جامعه خود برسانم، بتانم، اگر بتانم. بزرگایی هستن، ما شاید اصلا فیصدی در فیصدی هم نتانیم با اونا، یعنی اونا بسیار پیش هستن. خب باز هم کوشش میکنیم چیزی که در توان ما باشه، اما دوستایی که تشویق کردن و با ما هستن حرف دل از ما رو برم. انشالله منتظر فیلم شکار چه زمان باشیم؟ دوست دارم که این فیلم ما هم ببینیم یک بار. سلامت باشی ایمل جان، انشالله قرنطین موضوع کرونا به خیر حل شوه، دیگه فیلم ما آماده است. گپ خدا تکرار میکنم، دیگه همه چیز تکمیل است. تکمیل است، فقط یک افتتاح. یک افتتاح شو در سینما است و پلی شو بخیر. بسیار تشکر جلال جان، بسیار خوش آمدین. آرزوی موفقیت براتان داریم، برای همه تیم کاریتان. برای دیدن ویدیوهای قبلی ما اینجا را کلیک کنین و برای پیوستن با چنل یوتیوب ما اینجا را کلیک کنین.